بله، عرض میکردم که جنایت را امروز به معنی به اصطلاح خطاهای خیلی صعب و بزرگ ما امروز به کار میبریم، حالا در حق انسان ها یا حتی در حق جانوران، حیوانات. مثلا میگیم این کشتاری که مثلا از گاومیشهای آمریکای شمالی یا مثلا بوفالوها انجام شده، مثلا مصداق جنایت. منتها جنایت در شعر فارسی همیشه به این معنی نیست. زری میتونی یک غزلی از سعدی بیاری؟ جنایتی که بکردم اگر درست بباشد. این جنایت به معنی واقعا همیشه به اصطلاح به این معنی نیست. حالا عرض میکنم که به اصطلاح شامل گناه های کوچیکتر، خطا است، نه اصلا گناه، مطلق گناه، مطلق اشتباه و خطا هم میتونه جنایت باشه. حالا یه نکته، جنایتی که بکردم اگر درست بباشد، فراق روی تو چندین بس است حد جنایت. فراق روی تو چندین بس است حد جنایت خیلی خوب روشن میکنه تو نگاه سعدی که این جنایت جنایت شدیدی نیست دیگه. اگر چون حد اینجا یعنی در واقع مجازات دیگه، فراق روی تو چندین بس است حد جنایت یعنی چرا صدا؟ صدا هیچ نبود. صدا میاد؟ جواد صدا میاد؟ الان میاد، الان بر بر بر. زرین بیا من از اول غزل بخونم. خب ببینن، میگه بیا که نوبت صلح هست و دوستی و عنایت. عمدن میخوام حالا این غزل سعدی رو بخونم. به شرط آن که نگوییم از آن چه رفت حکایت. بر این یکی شده بودم، یعنی بر این اتفاق کرده بودم، قرار بر این گذاشته بودم، بر این یکی شده بودم که گرد عشق نگردم. قضای عشق در آمد بدوخت چشم درایت. وقتی عشق اومد که دیگه به خواست من توجه نمیکنه که حالا من قراره که دنبال عاشقی نرم، این حرفا حالیش نیست. عشق وقتی اومد دیگه آدم رو میکشه. ملامت من مسکین کسی کند که نداند که عشق تا به چه حد دست هست، تا به چه غایت. ز حرص من چه گشاید تو ره به خویشتنم ده، که چشم سعی ضعیف است بی چراغ هدایت. اگر کشش تو نباشه کوشش من، اینجا حرص یعنی کوشش، این کوشش من بیفایده است. مرا به دست تو خوشتر هلاک جان گرامی، هزار بار که رفتن به دیگری به حمایت. دلم نمیخوا برم پیش یکی دیگه وساطت بکنم. همین تو خودت هر کار میکنی بکن، بخوای بکشی بکش، من نمیرم مثلا بابات رو وصی بکنم، برم پیش داداشت، برم پیش پسر عمود، برم پیش هر کی. مرا به دست تو خوشتر هلاک جان گرامی، هزار باره که رفتن به دیگری به حمایت. جنایتی که بکردم، ببینن همینجا، همینجا معنی جنایت، جنایتی که بکردم اگر درست بباشد، یعنی تازه اگر همه اون جنایتی که من انجام دادم درست باشه، فراق روی تو چندین، اینقدر که فراق کشیدم، اینقدر که فراق کشیدم، اینقدر که فراق کشیدم، بس است حد جنایت. دیگه مجازات هم کافیه. اگر جنایت یه جنایت هولناکی بود که حدش مرگ بود، که حدش اعدام بود، نه؟ پس بنابراین نشون میده که جنایت به این مفهوم امروزی نیست، یعنی به هر حال گناه، تقصیر. منتها نکته، برگردم سر غزل زنجا، نکته ای که هست اینه که ببینید جنایت در اصل، سلام، در اصل ظاهرا در اصل عربی به معنی کندن میوه از درخت. و من فکر میکنم که این حالا حدس منه، واقعا خیلی زبانشناسانه و مفهوم متخصصیش نیست. من حدسم اینه که در واقع در زبان فارسی مجازن به معنی قطع دست و پاست. این که ببینم ما یه میوه رو وقتی از درخت میکنیم، مخصوصا اگر اینکه مجاز نباشیم به کندن اون میوه، این یواش یواش هر چیزی رو که از هر کسی بکنیم میشه انگار یه میوه از یه درخت کنیم. مجازن قطع دست و پای و کتک زدن و خون ریختن شده به معنی جنایت. حالا اگر این حدس درست باشه، چون معنی اصلیش که در عربی به معنی کندن میوه هست درسته، ولی حالا اگر این مجازی که من میگم تو ادب فارسی شکل گرفته باشه تا زمان حافظ، حالا میشه یک نگاهی کرد به این مسئله
استفاده از میوه ممنوع در بهشت که جنایتی بوده که در واقع پدر جد ما کرده و مادر جد ما کرده، یعنی جده ما که حوا باشه و آدم، اینها جنایتی کردن، یعنی میوه ای رو از درختی کندن، حالا یا گندمی رو از بوتش کندن یا سیبی رو از درخت کندن، هرچه بوده. حالا میگه کردن جنایتی یا امیدم به عفو اوست، دارم امید عاطفتی از جناب دوست، کردم جنایتی و امیدم به عفو اوست. و حالا یه اشتباهی از ما سر زده، میگه این همه بسوزیم 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 چه معنی میده؟ اون پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخ، همینجور ما با توی دنیا تقاس پس بدیم تقاس پس بدیم، آهاجم برم بکنمون تو جهنم. یکم بانمک میکنه اگر این فرضیه رو بپذیریم که این تو ذهن حافظ بوده، اصراری ندارم ها، اگر بپذیریم بانمک میکنه بهتون. حالا میگه که دانم که بگذرد ز سر جرم من، که او گرچه پریوش است ولیکن فرشته خوست. این هم هفته پیش من عرض کردم، این یه تعبیر به اصطلاح اشاره داره به یه تعبیر قرآنی که در قرآن در چند موضع ظاهرن، از جمله یکیشون من یادداشت کردم در سوره شورا آیه 5، یه اشاره شده به این که فرشتگان از خدا میخوان که آدم رو و اولاد آدم رو در روی زمین رو اینا رو مورد آمرزش خودش قرار بده، همه رو از دم، نه اینکه فلان آدم رو یا بهمان آدم رو، اصلا کلن آدم ها رو ببخش. یعنی فرشته ها دلشون برای آدم هاست. یعنی ببینید خدا چقدر برجنس بوده که فرشته ها میرفتن شفاعت ما رو پیش خدا میکردن، میگفتن آقا اینا رو چیز کنه خلاص ببخش. حالا هفته پیش عرض کردم اینی که فرشته خوب بودن به معنی همین مهربان بودن و عفو داشتن و از تقصیر گذشتن، ولی پریوش بودن به معنی خوشگل بودن و زبل بودن و یکی رو دودر کردن و اصلا کار پری ها دودر کردن. پری موجودی است که ما رو در کنار چشم سارها دودر میکنه دیگه، دودر کردن یعنی همین دیگه، امروز به کار میبری، یعنی خودی نشون میده و پنهان میشه، یا صدایی ظاهر میشه و صدایی محو میشه و صدای پایی میاد و معلوم نیست کی آمد کی رفت. میگه درسته که شیطونه، درسته که اذیت میکنه، درسته که از اون خوشگلایی که پدر آدم در میاره، ولی کن فرشته خوب مهربونم هست. میگه دانم که بگذرد ز سر جرم من، که او گرچه پریوش است ولی کن فرشته خوب. چندان گریستیم که هر کس که برگذشت در عشق ما چو دید روان. شما همین ترتیب رو داره؟ بله. این روان رو بعدش کام آباد بذارید، نه بعد از دید، چون دید فعله. آدم عادتا وقتی به دید رسید وای میسته، چون فعله دیگه، آدم دوست داره بعد فعل توقف کنه بگه که در عشق ما چو دید حالا فلان بلا بلا. ولی این بعد از روان باید وایستی، باید بگیم در عشق ما چو دید روان، یعنی وقتی که دید اینجوری عشق ما جاریست چکار کرد؟ گفتین گفت که این چه جوست؟ جو چیه؟ اونجا خیلی هم بامزه است. فکر کنن مثلا طرف پوسته یکر کنده، حالا از یه جای رد میشه میگه این جو چیه جو؟ تازه بدبخت داره گریه میکنه جو را افتاده، بعد این حواسش نیست، این خصوصیت پریوشی طرف است. چندان گریستیم که هر کس که برگذشت، هر کس تازه نه طرف، در عشق ما چو دید روان، گفت که این چه جوست؟ سرها چو گوی در سر کوی تو باختیم، واقف نشد کسی که چه کوی است و این چه گوست. خب اینجا معلومه که حافظ داره با دوتا کلمه گوی و کوی بازی، یعنی حافظ جناس دوست کلمات هم وزن و هم شکل رو دوست داره، اینا رو هم هی داره با هم اینجا بازی میکنه. منتها نکته ای که هست اینه که خب بازی چوگان
امروزه برای ما وقتی که بهش فکر میکنیم فقط یه بازیه، مثلا هاکی فرض کنیم، ما فکر میکنیم خب هاکیه، یه عده ای بر وایسن که عده موسا توپیه و دارن میزنن زیرش، نه مثل فوتبال بهش نگاه میکنیم. ولی واقعا واقعیتش اینه که در ادب فارسی به چوگان اینجوری نگاه نمیکردن. چوگان اصلا به صورت یه قمار بهش نگاه میکردن ادب فارسی ها، تو ادب، نه اینکه مردم یا مثلا پادشاهان اینجوری نبودن، تو ادب فارسی تصویری که از چوگان شده یک انگار یک قمار بزرگ هست که یک سری وسط زمین سر انسان و یه عده‌ای دارن با چوگان میزنن زیرش. اون سر کیه؟ سر کیه؟ سر اون بازیکنه، اون بازیکنی که سرش رو در یه انگار که شما رفتین مثلا کل داراییتون فکر کنه مثل من مثلا فرض کنه تو حساب بانکیتون 10,000 دلار هست، این 10,000 دلار رو برداشتن رفته قمارخونه. خب این یعنی چی؟ یعنی که سرم رو گذاشتم وسط میدون، مثلا چه میدونم 6 سال زحمت کشیدم 10,000 دلار پس انداز کردم، 10,000 دلار رو بردارم ببرم قمارخونه، معلوم نیست چه اتفاقی بیفته، ببازمش نبازمش. نه این همچی تصویری از بازی چوگان وجود داره که در واقع برن اصلا باختن به معنی بازی کردن، نه به معنی باختن. باختن به معنی بازی کردن در چوگان اصلا ورود به امر باختن به معنی شکست خوردنه. این دوتا با هم ادغام شدن، یعنی شما چه بازی بکنی چه ببازی و شکست بخوری، اینها شدن یکی، چون یه قمار بسیار وحشتناکی است. حالا با این جونم بسن مثلا میگه که مثالش که خیلی خوب میتونیم پیدا کنیم. الان اگر شما بزنید مثلا گوی سر نه تو ذهنم نیست که گوی مثلا الان شما بزن چوگان، شما الان نه بذار چوگان بزن، چوگان تو بزن چوگان معنی تو خود لغتنامه ده خدا خیلی مثال های میاد که نشون میده چه کیورتی هستی، میشه کنترل سی چوگان بزن بعد معنی، نه ویکی‌پدیا نه بزن چوگان معنی. آها اولی بیا پنج ها همین بود نه میخوام مثال ها رو نگاه کنیم که ببینیم کدومشون میتونه این حالت قمار رو به ما نشون بده. با این که چی توضیح نده واجی ها معنی چوگان فرنگ فارسی به در معین به در نمیخواد چون مثال نمیده. اونم بد نیست. آبان برو الان لغتنامه رو بزن بالا ها همین. خب حالا چی گفته مثلا گردن ستی میگه شهر هندوان باره این برنش هست خب مال فرگوسن بده شما برو بالا سر همه بعض و نخجیر بود کار و نه اینم باز هم سیاوش نه برو بالا بیشتر بخوانید برو حافظ و سعدی و اینا بیان مثلا مولوی حافظ سعدی مثلا چو گوی بود میگه ای گوی حسن برده ز خوبان روزگار مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلات مسکین کسی که در خم چوگان چگو بود مسکین اونه یعنی یه بدبختی که افتاده توی این یعنی این داستان ورزشکاری نیست انگار یه یعنی فرد همه زندگیش داره میباده یا میگه وان که چوگان سر زلف تو دید اصلا ببینه انگار وارده بازی عاشقانه شده تو دید همچون گویی در خم چوگان بمان فاعلاتون فاعلاتون فاعل بگفت در خوری زخم چوگان او بگفت و به پایش در افتم چوگان
میبینه، یعنی بسیار میبینن این رو، یعنی به محضی که شما برن همجور رندوم هم نگاه بکنین میتونین پیدا کنین. خیلی تو شعر فارسی این حالت هست. منظور قسمت عصا مانند چوگانه یا آله گو که یعنی توپ، توپ. اصلا عمه من به توپ میگو گو، عمه من فوتبال که نشون میداد تلویزیون، عمه من میگو دو تا گو بدم به اینا، اینا خود هم دعوا نکنه. تعجب میکرد که چرا یه گویی به این همه آدم یه گویی دادن، خب دو تا بدن اینا دعوا نکنه. و تا مثلا منظورم که نسل پدر ما، پدر من، مادر من، اینا هنوز میگفتن گو، توپ لغت جدیدیه. و خب حالا بعدش وقت حالا سر تبدیل میشد به گو، یا مثلا زلف تبدیل میشه به چوگان. حالا سعدی مثلا به چوگان میگه سولجان، عربیش میشه سولجان دیگه. در حلقه سولجان زلفت، حالا یادم اومد بعد از این هم رفتیم وقت تلف کردیم، و در حلقه سولجان زلفت بیچاره دل افتاده چون گوست. و حالا مثال های دیگه، حالا میگه حالا با این نگاه نگاه کنید، میگه سرها چو گوی در سر کوی تو باختیم. حالا دیگه معنی دار میشه، انگار در یک قماری شرکت کردیم. واقف نشد کسی که چه کوی است و این چه گوست. آدم ها فکر میکنن این یه ورزشه، آدم ها فکر میکنن این یه بازیه، آدم ها فکر میکنن این یه مسابقه است. نه آقا، این خیلی داستانش از یه حرف. اتفاقا خود همین بیت حافظ یه مثال خیلی دقیقی هست از اون حرفی که من میخوام بزنم که حالا دارم استدلال. بی گفتگوی، بی گفتگوی یعنی بدون رو درواسی، بدون حرف، بدون تردید. بی گفتگوی زلف تو دل را همی کشد. خب اون زلفی که چوگان باشه گوی رو به دنبال خودش میکشه میبره دیگه، میبره و پرتش میکنه از اون دروازه اونور. بی گفتگوی زلف تو دل را همی کشد، با زلف دلکش تو کرا روی گفتگوست. روی گفتگو اینجا یعنی قدرت گفتگو، تحمل گفتگو، حال گفتگو کردن. اصلا همچی چیزی وجود نداره. هیچ است آن دهان که نبینیم از اون نشان. ببینید تو شعر فارسی، تو زیبایی شناسی ایرانیان و تو شعر فارسی که خب این دوتا خیلی به هم دیگه، خیلی به هم دیگه کفت شدن. این که ما بسا اندیشه های ایرانیان رو از تو شعر فارسی بکشیم بیرون، این خیلی راستشو بخواین امتیاز بزرگی برای ما فارسی زبان ها نیست. یعنی این که ما همه اندیشه هامون رو با یه شعری به یه شعری وصل کنیم و بگیم اینجا اینجوری گفته، نمیدونم خیاممون اینجوری میگه، نمیدونم حافظمون اونجوری میگه، این نشون میده که اتفاق اندیشه های ما دقیق نیست. چون که زبان شعر اصلا زبان دقیقی نیست، زبان فلسفه که نیست، زبان علم که نیست، زبان توضیح اندیشه ها که نیست. زبان شعر یه زبان ویگ، هر جوری بشه معنیش کرد و این امتیاز بزرگی نیست. ولی خب حالا خوب یا بد، امتیاز یا عدم امتیاز، that's it، همینی که هست. ما اندیشه هامون رو یاد گرفتیم کد کنیم، زیپ کنیم، بذاریم تو شعر. و این رو داریم حالا تو تاریخ ادبیات، میتونیم اندیشه های ما ایرانیان رو از، ولی حالا از این اندیشه که بگذریم، زیبایی شناسیمون که دیگه به راحتی میتونیم دیگه، همونجور که زیبایی شناسیمون رو میتونیم تو معماریمون ببینیم، همونجور که زیبایی شناسیمون رو میتونیم تو نقاشیمون یا مجسمه سازیمون ببینیم، تو تئاترمون ببینیم، خب توی شعرمون هم میتونیم ببینیم به طریق اولا، خیلی هم اتفاقا بهتر، خیلی استریت فورواردتر و دقیقتر. حالا این زیبایی شناسی ما به ما میگه که دهان هیچ، صفر، کوچیکه. دهان بزرگ نیست. دهان کوچیک یعنی دهان بسته، دهانی که سخن نمیگه، باز نمیشه. حافظ یه جا میگه که میخواد این زیرو بودن دهان رو بگه. تو فلسفه میدونن که یه بحثی بوده که آیا ما اگر اشیاء عالم رو نصف کنیم، تا
تجزیه بکنیم، مثلا یک کاغذ رو پاره کنیم، اون نصفش رو دوباره پاره کنیم، نصفش رو پاره کنیم، نصفش پاره کنیم، آیا به یه جایی میرسیم که دیگه نصف نداشته باشه یا نه؟ فلاسفه میگفتن، به اون میگفتن جوهر فرد یا جزء لایتجزا. توی یونانیان بهش میگن اتم. اتم یعنی چیزی که تم نمیشه، پاره نمیشه، نصف نمیشه. پاره کردن، تم یعنی پاره کردن، مثلا آناتومی یعنی بدن رو تیکه تیکه کردن، اتم یعنی چیزی که تیکه نمیشه، پاره نمیشه. ما بهش میگیم چی؟ میگیم جزء لایتجزا، یعنی جزئی که تجزیه نمیشه. فلاسفه میگفتن جزء لایتجزا محاله، جوهر فرد یا جزء لایتجزا فهم محاله، هم چیزی نیست، هر چی باشه نصف میشه، هر چی باشه پاره میشه، هر چقدر کوچیک باشه. حالا حافظ به خاطری که بگه که لب معشوق من چقدر کوچیکه، میگه بعد از کی نفی جزء لا یتجزا کند حکیم، بعد از کمک میکنی دهان گنچه دنگ تنگ دهان تو، کی نفی جزء لا یتجزا کند. ها نه نه، خودم پیدا کردم، این داشتم شعر جامی رو اشتباهی میخوندم. حافظ میگه بعد از اینم نبود شایبه در جوهر فرد. ها میگه من دیگه شک ندارم جوهر فرد وجود داره، ها که دهان تو بدین نکته خوش استدلالی است. میگه ببینه این دهان که زیروه دیگه، نه، ولی بازم باز میشه. حالا دهان معشوق باز نمیشه. چرا باز نمیشه؟ چون این هرچی حافظ میرفته بهش گفته سلام، میگفته حالت خوبه، یه بوسی میدی، حرف میزنی، میگه من دیگه از این به بعد دیگه شک تو جزء لایتجزا ندارم، تو جوهر فرد ندارم. خب حافظ وارد نبود. میگه بعد از اینم نبود شایبه در جوهر فرد. میگه دیگه از امروز فهمیدم جوهر فرد وجود داره، که دهان تو که زیروه بدین نکته خوش استدلال. این لامصب باز نمیشه، جواب نمیده. نه، پس ببینه این زیرو بودن دهان، صفر بودن دهان، یه پوینت زیبایی شناسی داره. حالا حافظ میگه چی؟ میگه هیچ هست آن دهان، یعنی زیروه، که نبینم از اون نشان. یا هرچی تو صورتت نگاه میکنم دهانی نمیبینم. بینی داری؟ الحمدلله. چش داری؟ نمیدونم. دهان نداری. موییست آن میان که ندانیم آنچه موست. یه مویی هم کمرته، ما نمیفهم این ای دیگه چه موییه. هر مویی که دیدیم حداقل یه ذره یه اندازهی داره، یه شکلی داره. این کمر که اصلا اندازه مو هم نیست دیگه، اغراق به حد نهایت خودش. چه موست؟ عمریست تا... کمر یعنی همین واقعا کمر. میان موییست آن میان، میان و ندانیم آن چه موست. حافظ بعضی جاها میگه کمر، بعضی جاها میگه میان. مثلا یه جایی که گفته کمر، گفته بدان کمر نرسد دست هر گدا حافظ، غنیمتی به کف آورد ز گنج قارون پیش. بعضی جاها میگه میان. میسید ببخشید، بفرمایید. خب، بفرمایید. علاوه ولی دیدی همه جا دهن رو، حتی مثلا حالا نه تو شعر، همینطوری مردم بخصوص قبلنا، مثلا اگه یکی میخواستن بگن زشته میگفتن دهنش گنده است. مثلا اگه یه نفر دهنش کوچیک بود قشنگ بود، اون دیگه ربطی به حرف زدن و حرف نزدن نداشت، نداره. خب اونم تحت تاثیر همین نگاه هست، همین زیبایی شناسی هست. من اولم گفتم زیبایی شناسی، چون خب حرف زدن که ربطی به زیبایی شناسی نداره. همین. یعنی این دو تا موضوع رو حافظ در واقع با هم دیگه ادغام میکنه، یعنی دهنی که از غایت زیبایی کوچیکه و شده هیچ، و حالا بنابراین دیگه پاسخی هم نمیده، پاسخ هم نیست، حرفی هم نمیزن. به همین دلیل، بله، اصلا قدیم میگفتن که تو کرمون، میگفتن که مثلا میرفتن خواستگاری دختری، میگفتن بگین مثلا اگه گفتن چی دوست داری بگو هلو،
مثلا نگو مثلا نارنگی، بگو هلو، که این دهن کوچیک بشه. و این به نظر میرسیده که مثلا این نماد زیبایی ربطی هم نداره واقعا به قول نجمه به حرف زدن. کلا دهان کوچیک نماد زیبایی. هیچ است آن دهان که نبینیم از او نشان، مویی است آن میان و ندانیم آن چه موست. عمری است تا ز زلف تو بویی شنیدم، زان بوی در مشام دل من هنوز بوست. بوی آخر یعنی رویا، یعنی آرزو. و حالا اگر مثالی بخواین برای بو به معنی آرزو، اتفاقا یه مثال خوبش هم بیت معروف حافظه که میگه به بوی نافعی کاخر سبازان طره بکشاید. یعنی در آرزوی این که یه شمینی از زلف اون به من برسه، زتاو جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. که خب اونجا به خاطر که نافه هست، آدم فکر میکنه بو به معنی بوی نافه هست، ولی واقعا اگر به معنی شعر توجه کنیم میبینیم رویا و آرزو و رفتن دل به دنبال این که بویی از نسیمی از معشوق دریافت کنه. و حافظ بعضی جاها بو و نسیم رو با هم به کار برده. اونجایی که بو و نسیم رو با هم به کار برده، اغلب نسیم به معنی بوه و بو به معنی آرزو است. به این موضوع دقت بکنم، مثلا غزل بیتایش که هم نسیم دارن هم بو دارن، نسیم به معنی بو هست و بو اون وقت در اونجا دقیقا به معنی آرزو است. حالا اگر اینجوری نگاه کنیم میبینیم زان بوی در مشام دل من هنوز بوست، یعنی اون رویا، اون سودا، اون خواب، اون آرزو از ذهن من بیرون نرفت. میگه عمریست تا ز زلف تو بویی شنیدم، یه بوی از زلف تو، یه نسیمی از زلف تو به مشام من رسید. در این سودا و آرزو و به اصطلاح رویا مردم. یه اثر معروفی داره آقای آلبرت کامو به نام بیگانه، و خب یکی از شاهکارهای به اصطلاح ابسوردیسم و نگاه پوچگرایانه به جهان هم کار ایشون هست، همین اثر درخشان است. و توی این کتاب اون لحظه ای که در واقع قهرمان داستان رو محکوم به مرگ میشه، محکوم به اعدام میکنن، یه کشیشی میاد توی چیز سلول این فرد و خواهش میکنم سلام، میاد یه کشیشی اونجا که مثلا با این صحبت بکنه که قبل از اعدام مثلا این توبه بکنه، یکم ابراز چیز بکنه. خب اینم یه آدم ابسوردی، یعنی کاملا پوچگرا هست و هیچ تعارفی هم با کسی نداره، حقایق رو اصلا به همین دلیل محکوم به مرگ شده. اونجا کشیش بهش میگه که توی این دیوارهای این سلول که خیلی هم تاریکه، بعضی از بدبخترین شما زندانیان، بعضی از بدبخترین توی این صورت یک خورشیدی رو دیدن، صورت یک خدایی رو دیدن. میخواد بهش بگه که میشه توی دیوارها چیزی رو ببینیم. و اون جواب میده، میگه که من اتفاقا این دیوارها رو بهتر از هر چیزی توی دنیا میشناسم، چون خیلی بهشون نگاه کردن و بعضی موقع هم اتفاقا صورتی توشون میبینن، ولی اون صورت مریه، اون معشوقش. میگه من خیلی توی دیوارا دیدم و راست میگه همیشه. اصلا مشکلش اینه که راست میگه، اصلا به این دلیل داره اعدام میشه. که خب آدمی که توی چهار دیواری زندانیه، صورت معشوقش رو هزار بار تو دیوار میبینه دیگه. و این حرف این کشیشه رو خیلی عصبانی میکنه که تو چطور مثلا فرض من چی دارم به تو میگم و تو چی داری جواب من میدی. و اینجا واقعا همین حرف حافظ عین حرف آلبرت کامو هست اینجا، که میگه که من این صورت رو هزار بار، این بو رو هزار بار هی پیش خودم تجربه کردم. ببینن میگه دارم، میگه عمریست تا ز زلف تو بویی شنیدم، زان بویی در مشام دل من هنوز بوست. هنوز این رویا، هیچ وقت این رویا از دل من پاک نمیشه. دارم عجب ز نقش خیالش که چون نرفت، از دیدم که دم به دمش کار شست و شوست.
تعجب میکنم این چشم من که هی اینجوری آب داره ازش سرریز میکنه، هی داره همه چی رو میشوره میبره، اشکه که همه چی رو میشوره میبره، چطوری که نتونست این عکس رو پاک کنه؟ چرا این تصویر پاک نشد؟ همین چی که پاک شد، دارم عجب ز نقش خیالش که چون نرفت، چطور شد نرفت، چطور شد پاک نشد؟ از دیده ام که دم به دمش کار شست و شوز، همه چی رو این عشق ها پاک کردن، ولی اون موند و موند و موند و موند. حافظ بد است حال پریشان تو، ولی بر بوی زلف دوست پریشانیت نکوست. و چرا حالا بر بوی زلف پریشانی نکوست؟ یعنی در آرزوی زلف یا بر به اصطلاح نسیم زلف، هر دوش میشه. اینجا بو هم میتونه به معنی به اصطلاح شمیم باشه، نسیم باشه، هم میتونه به معنی آرزو باشه. چرا حالا پریشانیش نکوست؟ به خاطر که پریشانی زلف نکوه. ببینه زلف پریشان بهتر از زلف ناپریشانه. پریشانی زلف دلرباست، مثل پریشانی شعره. شعر پریشان شعر بدی نیست، اتفاقا جذابه. اتفاقا شعر به این دلیل شعری که پریشانه، اگر منطق نثر داشته باشه شعر نیست. اصلا کلامی که منطق نثر داشته باشه شعر نیست، شعر باید پریشان باشه. این که میگن ابهام جزء ذاتی شعره، شعر باید یه درصدی از ابهام داشته باشه، این همون معنی پریشانی است. و زلف هم همینجوره. زلف من یادمه که اولین بارایی که مثلا دیدم آدم به یه الگوهایی از مو عادت میکنه، مثلا مخصوصا ما پسرا که نوجوان بودیم خیلی فکر میکردیم باید مثلا با یه الگوهایی مثلا بابامون باشیم، مثلا هر جور بابامون آبشونه میکنه ما مون همونوری آبشونه کنیم بریم. بعد اولین بارایی که مثلا این مدل موهایی که میکروبی و ویروسی و نمیدونم از این چیزا در اومده بود من میدیدم، به نظر میومد که اینا چقدر مثلا زشتن، یا مثلا چطور آدمی ممکنه اینجوری باشه. و وقتی چشمم عادت میکرد بهش میدیدم از قضا چقدر قشنگه، چقدر این یعنی پریشانی ظرف واقعا قشنگه. حالا حافظ میگه که حافظ بد است حال پریشان تو، خیلی حالت پریشونه، خیلی حالت گرفته است، ناامیدی. میدونم اون ابزوردیزمی که میگم حالا در آلبر کامو بوده، اینجا در حافظ وجود داشته. میگه بر بوی زلف دوست پریشانیت نکوس، اب نداره، پریشونی تو هم به پریشونی زلف معشوق میخوره، به هم میای. اون پریشونه موهاش، حال منم پریشونه، اشکال نداره، قشنگ. و به اصطلاح این تنهایی خودش رو، این یأس خودش رو داره تسکین میده اینجوری، حس خودش رو با این بیت. میدونیم در معنی کنی که در آرزوی رسیدن بسن به یار، اگه حتی دیوونه بشی یا پریشون بشی اشکال نداره، ارزشش رو داره. بله دقیقا همینه دیگه، یعنی پریشانی که میارزه، میدونه وقتی رسیدی بر بو، اون وقت معنی آرزو توی معنی که شما میگین از قضا آرزو خوب میشینه. یعنی این آرزوی زلف یعنی چی؟ یعنی اینکه من قراره که برسم بهش دیگه، نه؟ و اون وقت این پریشانی ارزش داره و اشکال نداره، تحمل پذیر میکنه زندگی رو. اون بر بوی زلف دوست حالا مثلا ببینه بر میتونه باشه، مثلا امید بذاره به جای آرزو، بر امید، میدونن اشکال نداره. میتونه آره، یکم فصاحتش کمتر هست بر اساس معیارهای امروز ما توی قضیه حرف اضافه ها هست، ولی متوجه نکته تون هستم. بخاطر اینم راحت‌تر و سریع‌تر اینه که ما چیز بفهمیمش، به معنی شمیم بفهمیمش، نه به معنی آرزو. ولی خب پشت کلام هست دیگه، یعنی معنی اونجا هست، قرار داره. آره.
بله بله زان بوی در مشام دل من هنوز بوس، یعنی هنوز آرزو و رویا هستند. بله اگر بقیه ابیات رو بذاریم کنار، اون بیت اول، بله اگر بیت اول رو در نظر بگیریم، یه نفر هم بخونه فکر میکنه خطاب حافظ به کیه دارم امید عاطفت گر جناب دوست. یعنی بیشتر به نظر نمیاد که مثل که مثلا با خدا داره در نه داره با خدا میگه تو بیت اول میگه بعد که یه دفعه برمیگرده بقیه ابیات رو. خب ببینه ناکنه معشوق توی شعر حافظ سه تا به اصطلاح شکل داره، یکی خداست، یکی به اصطلاح معشوق زمینی دختر همسایه به قول من هست، یکی دیگه هم پادشاه هست. این سه تا در هم تنیده هستند، یعنی حافظ به صورت خدا بهش نگاه میکنه، به صورت دلبر هر جایی هم بهش نگاه میکنه، به صورت پادشاه قدر قدرت با شوکتی که امنیت میاره من بهش نگاه میکنه، به مشروب همه اینا نگاه میکنه. حالا از قضا اینجا به نظر من خیلی این قضیه اتفاقا سازگارم هست، میگه که با این کلام شروع میکنه که میگه که خدا میبخشه عفو میکنه جناب دوست، اگر دوست سابقه خدایی داشته باشه اونم میبخشه. ببینن اگر شما فرض کنید که عشقتون پاکه، خب عشقتون پاکه پس معنیش اینه که معشوق شما یک رنگی از خدا داره، معشوق شما یه رنگی از پاکی داره، پس اونم میبخشه، اشکالی نداره. یعنی این جنبه این کلامش رو با عفو آسمانی شروع میکنه مانع از این نیست که به چرخه بره. حالا راجع به معشوقش دارای خصوصیات هست، هم خصوصیت خدایی داره هم خصوصیت سیاسی اجتماعی داره به عنوان کسی که امنیت میاره به شهر، هم خصوصیت واقعا عاطفی و شخصی داره که این خصوصیات تو همه جا میشه ردیابیش کردم، این فقط هم توی غزل نیست. خب تو یه سیم خواست بگیدن؟ نه غزل بعدی هست سر ارادت ما واستان حضرت دوست. پیدا شد؟ بله سر ارادت ما واستان حضرت دوست. این ارادت دو تا معنی میده، یه معنیش یعنی دوستی و اخلاص، همین که کلمه ارادتمند رو آدم ما امروز به کار میبریم، یا ارادت دارم یعنی مخلص شما هستم، دوست شما هستم، و یکی به معنی خواست و اراده هست. اصلا ارادت اون تی آخرش عین اراده هست دیگه، یعنی اراده داشتن و به خواست داشتن که یه کاری رو انجام بدن. و جالب اینجاست که هر دوتای اینها اینجا توی این بیت کار میکنه. نگاه کنه میگه سر ارادت ما، یعنی خواست ما این است، یا عشق و دوستی و اخلاص ما این است، واستان حضرت دوست، یعنی ما حاضریم این سر با عشق و ارادتمون رو با دوستیمون رو بذاریم روی آستان. آستان یعنی درگاه و مخصوصا قسمت پایین درگاه. اگر درگاه رو در نظر بگیرید چارچوبه، چهار تا ذیل داره، اون قسمت پایینش میگن آستان و همش نمیگن آستان. تو انگلیسی هم این دوتا با اینا با هم دیگه فرق دارن، یعنی هر کدوم از اینا اسم دارن. و تو فارسی هم قدیما به این پایینی میگفتن آستان مخصوصا. این به خاطر همین این پا بر آستانه یکی گذاشتن، خب یه امر طبیعی، آدم وقتی میره یه جایی خب پاش میذاره بر آستان میره تو، ولی سر بر آستان گذاشتن یعنی کرنش کردن و تعظیم کردن و با صورت نشستن و خاک کسی رو نماز بردن هست دیگه. نه حالا میگه سر ارادت ما، یعنی سر همراه با ارادت ما، بهش میگفتیم چی تو اضافه، میگفتیم اضافه اقترانی همچی چیزی،
میگفتیم که سری که همراه با ارادت واسطان حضرت دوست، این سر با ارادتمون رو بذاریم روی به اصطلاح خاک و آستان حضرت دوست، که هرچه بر سر ما میرود ارادت اوست. خب یعنی چی؟ اراده اوست دیگه، هرچی بر سر ما داره میره اراده اونه. اون تصمیم گرفته که ما بدبخت بشیم، ما بدبخت میشیم. اون تصمیم گرفته ما خوشبخت بشیم، خوشبخت میشه. ارادت اولی رو اگر دوستی و اخلاص معنی کنیم، ارادت دومی رو به معنی تصمیم و خواست معنی کنیم، معنی استریت فوروردتر و راحت تر میشه. ولی هر چهار تا کارو میتونیم بکنیم، معنی میشه همه این معانی رو داد به هر کدوم دلمون بخواد. نظیر دوست ندیدم اگرچه از مه و مهر، نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست. ببینید این، من هفته پیش راجع به مرصاد العباد گفتم و راجع به آینه گفتم. امروز مرصاد العباد با خودم آوردم که این تیکه مربوط به آینه رو براتون بخونم، که خدا وقتی که می آفرید، آفرینش انجام میداد، در مورد انسان چجوری آینه کاری کرد. بعد حالا من میخوام تعمیم بدم، بعد از اینکه مطلب رو خوندم، اینو تعمیم بدم به کل اشیا، یعنی نه فقط دل آدم. و بعد یه نکته دیگه هم میخوام بگم، اینا رو میگم که یادم نره. یه نکته دیگه هم میخوام بگم اینه که میخوام بگم که یک نوع دیگری از اپروچ به آینه من وجود داره. حالا اول برگردیم سراغ این. ببینید توی مرصاد میگه که در بعضی روایت آمده است که 40,000 سال در میان مکه و طائف با آب و گل آدم از کمال حکمت دستکاری قدرت می‌رفت. می‌خوای بیاریش یا نه؟ در بعضی روایت آن است که 40,000 سال در میان مکه و طائف، بزنی تو هم گنجور میاد. در بعضی روایت آمده آن است که 40,000 سال در میان مکه و طائف، این وقتی که آدم را آفریده بود خدا، بدن انسان رو که خیلی هم قدش بلند بوده، مثل که 60 ذراع طول بدن انسان بوده، یعنی آدم بوده، این رو خوابونده بوده بین مکه و طائف، جوری که اگر بلند می شده مکه رو می دیده. آدم جوری خوابیده بوده، اگر بلند می شده مکه رو می دیده. و اونجا دراز کشیده بوده، جانم نداشته همینجوری. بعد هی خدا داشته روش کار می کرده. هی ببینه میگه دستکاری قدرت می ده. گنجور ها، بله همین هم. برو 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 بازم برو باد شعر گر من نظری به سنگ بر بگمارم. دیدنش؟ بله بله. در بعضی روایت آن است که 40,000 سال در میان مکه و طائف با آب و گل آدم از کمال حکمت دستکاری قدرت می‌رفت. 40,000 سال داشته کار می‌کرد روی پروژه آدم. و بر بیرون و اندرون او مناسب صفات خداوندی آینه‌ها بر کار می‌نشاند که هر یک مظهر صفتی بود از صفات خداوندی، تا آنچ معروف است 1,001 آینه مناسب 1,001 صفت بر کار نهاد. صاحب جمال را، یعنی جو خدا، یعنی صاحب جمال یعنی خوشگل، آدم خوشگل، صاحب جمال را اگرچه زرینه و سیمینه بسیار باشد، اما به نزدیک او هیچ چیز آن اعتبار ندارد که آینه، تا اگر در زرینه و سیمینه خللی ظاهر شود، هرگز صاحب جمال به خود امارت آن نکند. دیدن وقتی که آدما مثلا گردنبندشون خراب میشه، خانوما مثلا نمیدونم گوشوارشون یا آقایون خراب میشه، هیچ وقت خودشون درستش نمیکنن، میکننش، میذارنش اونجا، میبرنش بلو، یکی دیگه نه. میگه که تا اگر در زرینه و سیمینه خللی ظاهر شود، هرگز صاحب جمال به خود امارت آن نکند، ولیکن اگر اندک غباری بر چهره آینه پدید آید، در حال به آستین کرم بازرم تمام آن غبار از روی آینه بر می دارد
و اگر هزار خروار زرینه دارد در خانه نهد یا در دست و گوش کند، اما روی از همه بگرداند و روی فراروی او کند. ما فتنه بر تو ایم و تو فتنه بر آینه، ما را نگاه در تو، تو را اندر آینه. تا آینه جمال تو دید و تو حسن خویش، تو عاشق خودی ز تو عاشق تر آینه. این قصیده است که مال خاقانی است و اگر بخوام بخونم، البته دیگه حالا به درازا میشه، بلنده، بریم سر غزلمون، بقیش اونجا توضیح میدم. این قصیده مال خاقانی است و بعد از خاقانی بسیار مورد چیز قرار گرفته، بسیار مورد توجه قرار گرفته. صدها شاعر شاید آمدن و این قصیده رو شروع کردن، این با این ردیف آینه کار کردن، تقلید کردن، بازسازی کردن. حتی یه مسابقه هایی درست شده که کی بهتر میتونه غزل آینه بگه. و حالا جالبه، من البته گشتم پیدا کنم ولی پیدا نکردم، یه شاعر کوری هست، این یه غزلی گفته، غزل آینه، خیلی خوب گفته و عجیبه، عجیبه که این کوره و غزل آینه گفته و خوب گفته. و هرچی گشتم پیداش کنم، امشب بخونمش، پیداش نکردم. اما خب حالا این نگاه چیه به آینه؟ این نگاه اینه که در واقع انگار تو تصوف ما اینجوری رفته جلو که انگار هر چیزی توی عالم یه جوری آینه یک خالقی است. انگار خدایی وجود داره، این خدا میخواد آفرینش بکنه و وقتی آفرینش انجام میده، او آفرینش در واقع انعکاس اون خدا هست در یه آینه ای. اگر آمد یه دیواری درست کرد، انعکاس خداست در دیوار. اگر آمد یه انسانی درست کرد، اگر اومد حتی یه صفتی برای انسان درست کرد، اون صفت انسان هم یه انعکاسی است. اتفاقا هر چی که موجود متعالی تر میشه، هر چی که موجود بزرگتر میشه، منیرتر و مستنیرتر میشه، اتفاقا آینه ای شفافتر و صافیتر و بهتر هست برای اینکه اون جلوه از اون ذات رو از خودش منعکس بکنه. هرچی هم که اون جسم و موجود پستر باشه و ناقابلتر و ناچیزتر باشه، خب بی نور باشه و تاریک باشه، یه آینه کدری هست، یه آینه بیخاصیتی هست که نمیتونه به خوبی منعکس بکنه. خب حالا از این منظر نگاه کنید، این یه نگاه هست با آینه، خیلی هم نگاه قویه تو ادب فارسی. یه نگاه دیگه اصلا کاملا خارج از این فضاست. این نگاه اینجوریه که یک سری آدم ها وجود دارن، اینها دلشون میخواد خودشون ببینن، منطقه اولا هر کسی نمیتونه خودش ببینه چون پول نداره بره آینه بخره، آینه گرونه، دوم که لیاقتشون نداره خودش رو ببینه که سو وات. مثلا منی که عرض به خدمت شما حمالم، حالا خودم رو ببینم یا نبینم چه فرق میکنه؟ من همیشه به خودم میام حمال، حکی میپرسه چون من خیلی دلیوری میکنم چیز مستخون معلوم. و منظورم که وقتی به خودم نگاه میکنم، میگم حال من خودم ببینم، اینا چه پوینتی داره که حال خودم ببینم؟ چون از آینه به درد من نمیخور که من. پس بنابراین یه کسانی هستن که اینا هم لیاقت دیدن خودشون رو دارن، هم پولش دارن که برن بدن آینه بخرن. اونا کیا هستن؟ اونا بزرگان، اونها آدم های مهم، پادشاهان هستن، همسران و ملکه های پادشاهان هستن، ولیعهد ها هستن، امرای بزرگ هستن. اینها نه تنها این که آینه دارن، بلکه آینه دار دارن. یعنی یک کسانی میان آینه هایی جلوی اینها میگیرن که اینها در مواضع مختلف بتونن خودشون رو نگاه بکنن. این هم دستمایه شعر فارسی میده، یعنی این نکته هم دستمایه شعر فارسی، این دیگه جنبه صوفیانه نداره، کاملا هم اتفاقا جنبه اتفاقا غیر صوفیانه داره. و این هم دستمایه شعر فارسی بوده که به اصطلاح آینه ای هست که روی بزرگان در او منعکس میشه، انگار زیبایی که با جلال و شکوه همراه هست در آینه هایی منعکس میشه و شما اگر لیاقت اینه داشته باشی که در موضع درست باشی، میتونی در او آینه زیبایی رو ببینی. حالا با هر دوتای این نگاه ها
نگاه کنید، میگه که نظیر دوست ندیدم اگرچه از مه و مهر نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست. حالا کدومی که دو تا آینه ها هست؟ یه معنیش این میتونه باشه که چقدر دوست من شخصیت بزرگ، بیا فکر کنیم مثلا دوست من شاه شجاع هست، چقدر شخصیت والایی است، چقدر شخصیت بزرگی است، چقدر آدم مهمی است که نظیر رو او ندیدم، هرچه آینه جلوی ماه و مهر هم گذاشتم که اونها در اون منعکس شدن و نگاه کردم، ماه و مهر هم مثل او نبودن، مثل شاه شجاع نبودن، اون عظمت رو نداشتن، اون بلندی رو نداشتن. یکی دیگه شم میتونه اون معنی اولی باشه، الان میرسم بفرماشتون، میتونه اون معنی اولی باشه، یعنی اینکه ماه و مهر و ستارگان و همه اون چیزهای منیر، همه اون چیزهای ارزشمند که تجلی یک معنای بزرگ هستن، یه حقیقت بزرگ هستن، به اونا نگاه کردم، هیچ کدومشون مثل دوست من، یار من، اون حقیقت که من میپرستم و میخوام و دوستش دارم نیست، نیست، هیچ کس در دنیا مثل اون نیست. هر دوتا نگاه به آینه میتونه این معنی رو تأمین بکنه. بفهمم عشق، فتنه یعنی عشق، ما فتنه بر تو ایم و تو فتنه در آینه، تو عاشق در آینه شدی، تصویر در آینه شدی، چون خودتی دیگه، ما همه فتنه به تو ایم، همه دلمون خواب به تو نگاه کنیم، تو میخوای بری به آینه نگاه کنی، چون خودت اونجا میبینی دیگه. بله، فتنه یعنی آیش. ببینین این حسه به اصطلاح عرفانی تحت تاثیر این نگاه کهن ایرانی هست که میاد به اصطلاح یه مفهوم نور و ظلمت رو و این دوالیسم یا سنویت باستانی ایرانیه که در واقع توی حالا اعتقادات مثلا شیخ شهاب‌الدین سهروردی خیلی بارز بوده، این میشده دید، این نگاه خسروانی، نگاه ما قبل اسلامی درش رو، ولی توی صوفیان دیگری که هم عصر او بودن، از جمله همین ایشون، همین آقای نجم رازی، هم این با یه شکل دیگری این پیدا شده. به چه معنی؟ به این معنی که ببینن در نگاه باستانی ما احساس میکردیم که نور واحده و ظلمت متکثره. این رو ما اینجوری احساس میکردیم. ما فکر میکردیم که نور یک چیز در معرض خطری است توسط ظلمت ها، یعنی ظلمت ها حمله می کنن و نور بسیار کوچیک رو می بلن و آسیب می رسن. بخاطر همین نور صیانت لازم داره، پاسداری لازم داره. پاسداری از نور چجوری به دست میاد؟ از این انعکاسش به دست میاد، یعنی انگار باید انسان آماده بشه به خاطری که نور رو جذب کنه و منعکس بکنه. اتفاقا مفهوم شمع در ادب فارسی از همین جا میاد، یعنی شما نگاه کنید تو شعر حافظ به سعدی شمع چه معنی داره؟ شمع انگار که یه آتش بزرگی، یا آتش بزرگی نابود شده و حالا یه آتش های کوچولو 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 کوچولویی تو خونه ها هست و این آتش ها دارن اون آتش بزرگ رو نمایندگی میکنن که مبادا اون آتش بزرگ چرا؟ به خاطر که ظلمت احاطه‌گره و آتش بزرگ رو بر نمیتابه و میخواد اونو ببلعه، پاره پاره کنه، و حالا اون پاره ها مسئول صیانت از اون آتش بزرگ. بنابراین این انعکاس ها انگار یه آینه ای هستن از یه مفهوم و یه حقیقت بزرگ. این از اون جاهایی هست که میگن که تصوف اصلا خودش ذاتاً، مفهوم تصوف از درامیختن دو تا اسطوره به وجود اومده. این یک نظریه هست، نظریه جدی هست که تصوف اینجوری شروع کرد به شکل گرفتن که باورهای اسطوره‌ای سامی، منظورشون عبری و عربی، آمد به ایران متمدن که باورهای اسطوره‌ای ایرانی آریایی داشت. از
ادغام این دوتا اسطوره باید یک راه حل به وجود می اومد، یه راه حلی که شخصیت ها، باورها، اعتقادها، اسطوره ها با هم دیگه آشتی کنن، چون یه ملتی که نمیتونن اینا رو بریزن دور اونا رو قبول کنن، یا اونا رو بریزن دور این مسلمون شده بودن دیگه. بنابراین از قاطی کردن این دوتا آیین یکی از چیزاش تصوف بود، یکی از شکلای حساب بیرونداد این ادغام تصوف بود. یکی از مثالاش اتفاقا همین مفهوم نوره، انعکاسش در آینه هست، همین مفهوم آتشه و انعکاسش در شمع. اینها از جمله این مصادیقی هست که آدم میتونه بگه. خب حالا بریم، من امشب از مرساد میخوام یه چیز دیگه هم بخونم، حالا اگه وقت بکنیم. خب این غزل تموم کنیم بریم سراغ چیز. خب کجا بودیم؟ میگه کدوم بیت بودیم؟ سبا ز حال دل تنگ ما، این بودیم؟ نه. او پس این غزل هنوز خیلی مونده تا تمامش. خب ولش کنیم بریم غزل، بریم چایمون بخوریم برگردیم. ببخشید پر حرفی کردم.